آقا همه که پول ندارن 300 میلیون تومان هزینه کنن برای لپتاپ قدرتمند با سخت افزار بروز، دیگه نهایتاً قرض و قوله کنیم، وام بگیریم، این جیب به اون جیب کنیم، 100 تومان اونم شاید بتونیم هزینه کنیم تا یه لپتاپ گیمینگ با کیفیت بگیریم تا بتونیم در نهایت بازی‌های روز با کیفیت معقولی بتونیم بازی کنیم. حالا اصلا سوال اینجاست که من شاید بخوام زیر 100 تومان هزینه کنم برای لپتاپ بروز با سخت افزار جدید، مثلا مثل اینتل نسل 13 و RTX 40 هم داشته باشه رو بخرم، چه گزینه‌ای دارم؟ یکی از اون گزینه‌هایی که توی این بازه قیمتی از زیر 100 میلیون با سخت افزار بروز MSI کاتانای 15 که توی این ویدیو قراره که بررسیش کنم براتون. من امیرحسینم و با من همراه باشید. کاتانا 15 که پارسال با مدل GF66 میشناختیمش، امسال مدلش تغییر کرده به B13V. ماشاءالله MSI هر سال این مدل ها رو تغییر میده، شماره و نامبر و اینا شو. اما در کل این مدلی که شرکت ماتریس در اختیار ما قرار داده برای بررسی میشه مشخصات RTX 4060 و در کنار Core i7 13620H. به غیر از این دوتا مدل دیگه هم داره که با کارت گرافیک یا پردازشگر گرافیکی 4070 و 4050. این اون گزینه 4060 است که قراره الان کامل بریم سراغش رو براتون بررسیش کنم که دقیقاً چه قابلیت‌هایی داره. اگه بخواید این لپتاپ رو تهیه کنید، همونطوری که اول ویدیو گفتم، تقریباً زیر بازه 100 میلیون تومان میشه، حدود 80 میلیون تومان، که با توجه به قابلیت‌هاش، فیچرهاش و اینکه از پردازشگر و پردازنده بروز و آخرین نسل داره پشتیبانی میکنه و ازش استفاده کرده، خب خیلی منطقی تر میتونه باشه، یعنی قیمت منطقی تر به نظر میرسه. اما بریم سراغ عملکردش که ببینیم چه عملکردی داره به نسبت نمونه های سال قبل خودش. همونطوری که گفتم پردازندش اینتل 13620H و اگه بخوایم ببینیم جاش کجاست دقیقاً در مقایسه با کورای 7 12700H نسل قبل، من دو تا تست انجام دادم، گیکبنچ 6 و سینبنچ R23، که نتایج هر جفتش رو الان روی صفحه براتون نمایش میدم که کامل بتونید مشاهده کنید. در کل چیزی که مشاهده میکنیم اینه که 13620H توی گیکبنچ 6 بهتره، ولی خب خیلی کم، در حلوش 6 یا 5% توی این حدود بهتر از نسل قبل 12700. اما توی سینبنچ R23 که یک بنچمارک قابل استنادتره و بیشتر میتونیم روش حساب بکنیم، این اختلاف بیشتر میشه ولی به نفع نسل قبلی، یعنی 12700H هولوش 14-15% بهتر از 13620H. چرا؟ به خاطر تعداد هسته ها. تعداد هسته ها توی اون 12700H بیشتر از این 13620H که خب طبیعتاً باعث میشه که امتیاز توی بنچمارک مولتی کور بالاتر بره. پس تفاوت 13620H با 12700H فقط توی تعداد هسته هاست، اونم تو تعداد هسته های کم مصرف یا کارآمد، که 13620H 4 تا هسته کم مصرف داره، 12700H 8 تا هسته کم مصرف داره، که خب این باعث میشه که تو انجام کارهایی که مرتبط با مثلا مولتی کوره اون 12700H یکم بهتر باشه. ولی در کل خیلی با هم تفاوت خاص و عجیب غریبی ندارم. ولی مهمتر از سی پی یو ما میرسیم به کجا؟ به جی پی یو یا اون پردازشگر گرافیکی این لپتاپ، که واقعا عملکرد بی‌نظیری داره که جلوتر بهش میرسیم و بهتون میگم چرا. اما اگه بخوام یه کمی توضیح بدم راجبش، همونطوری گفتم RTX 4060 و یکی از بهترین و قابل ذکرترین ویژگی هایی که داره پشتیبانی از DLSS 3 یا نسل سوم ارتقا دهنده فریم ریت توی بازی ها، خیلی سخته، دیپ لرنینگ سوپر سامپلینگ میشه، در اصل نسل سوم اون داره استفاده میکنه، که زبان ساده شه که شما میتونی با استفاده از این فریم ریت رو توی بازی ها به شکل عجیب غریبی بالا ببری. قبل از اینکه به DLSS 3 برسیم، مقایسهش کنم با 3060 نسل قبل و 3070 Ti نسل قبل، که بهتون میگم چطوری توی بازی فورزا هورایزن 5 من تست کردم و همونطوری که دارید میبینید، خب قاعدتا از 3060 بهتره، عملکرد بهتر داره 4060 و عملکردش در مقایسه با 3070 Ti هم خیلی نزدیکه. یعنی شما میبینید که توی ستینگ های مختلف های اولترا یا اکستریم توی بازی فورزا هورایزن 5 ما اختلاف خیلی کمی رو بین 3070 Ti 150 واتی در مقایسه با 4060 105 واتی داریم، که خب این یعنی پرفورمنس پر وات توی نسل جدید پردازشگر گرافیکی انویدیا یا همون نسل 40ش خیلی بهتر داره انجام میشه.
و خب این نکته خیلی قابل ذکریه. اما بریم سراغ همون DLSS تیری که بهتون گفتم، خیلی نکته جذاب و جالبیه. DLSS تیری فعلا توی یه سری از بازی‌های محدود پشتیبانی میشه، ولی خب روز به روز تعدادشون داره بیشتر میشه، که اگه بخوام اشاره کنم توی چه بازی‌هایی، مثلا هاگوارد لگسی، ویچر 3، اسپایدرمن ریمستر و فلایت سیمولیتور مایکروسافت و سایبرپانک 2077 که همشون هم بازی‌های بروز و خیلی خفنی هستند. DLSS تیری توی این بازی‌ها پشتیبانی میشه. چه تأثیری داره توی فریم ریت بازی شما در نهایت توی خروجی؟ تستی که من کردم توی بازی هاگوارد لگسی توی ستینگ اولترا و ریت ریسینگ، یعنی همه چی تا ته بالاترین گزینه های گرافیکی رو من گذاشته بودم، در حالت عادی توی این لپتاپ من تونستم نهایتا فریم ریت 30 رو بگیرم، تقریبا 30-35 رو بگیرم، اما با روشن کردن DLSS 3D با استفاده از این تقریبا فریم ریت تا 90 و حتی 100 هم رسید، که خیلی خوبه که شما بتونید در عین اینکه ریت ریسینگ و اون همه دیتیل و کوالیتی خوب و دارین، فریم ریت خوبی هم داشته باشین، اونم توی لپتاپ. خب از سخت افزار و قابلیت‌های پردازشیش اگه بگذاریم، بعد بریم سراغ چی؟ بریم سراغ طراحیش. تو بخش طراحی کاتانا 15 نسل جدید یه طراحی تقریبا ساده اما گیمر پسند داره، یعنی بدنش از جنس پلاستیک کاملا، ولی پلاستیکش انصافا پلاستیک با کیفیته، یعنی خیلی حس بدی به شما دست نمیده. وزنش تقریبا در حول و حوش 2.250 کیلوگرمه و قطرش هم 2.5 سانتی که برای لپتاپ گیمینگ کاملا معقول به نظر میرسه. توی قسمت های دیگه شنیم، مثلا اگه بخوام به کیبوردش اشاره کنم، کیبوردش بکلایت RGB داره و بکلایت RGB فورزون یا 4 منطقه‌ای یا اینطوری هم بجاره، فورزون راحت تره دیگه، فورزون RGBه که خب ظاهر قشنگ و بروزی به لپتاپ میده، به لپتاپ گیمینگ طبیعتا. و دکمه های WASD هم شفافه که شما خیلی راحت بتونی در حالی که داری گیم میکنی، حالا بدون اینکه دقیقا به کیبورد بخوای نگاه کنی، پیداش کنی که بتونی اینو راحت تر گیمو انجام بدی و بازی کنی و لذت ببری. و تجربه کار کردن با کیبوردش هم چه از لحاظ تایپ کردن چه توی گیمینگ، واقعا تجربه خوب و با کیفیتی رو میتونه برای ما به وجود بیاره. در نهایت راجب تاچپدش باید بهتون بگم که تاچپدش خیلی بزرگ نیست و شاید یه کمی اوکی نباشه، ولی خب خیلی هم مهم نیست. چرا؟ چون شما وقتی داری با یه لپتاپ گیمینگ کار میکنی و بازی میکنی، طبیعتاً از تاچپد استفاده نمیکنی و از ماوس استفاده میکنی، که خب این خیلی میتونه مد نظر نباشه و اون ماوس پوشش میده. از لحاظ پورت ها و دسترسی هایی که به ما میده تقریبا کامله، ولی یکی از مهمترین ویژگیاش اینه که درگاه HDMIش از 4K 120 هرتز یا 8K 60 هرتز پشتیبانی میکنه، که کمتر توی لپتاپ میبینیمش، ولی خب به جاش تاندربولت نداره و در نهایت هم از وایفای 6 و بلوتوث 5.2 هم پشتیبانی میکنه. حالا نمایشگر این کاتانا 15 چی جوریه؟ یه IPS کاملا معمولی، یعنی یه IPS 1080 144 Hz 250 نیتی با پوشش رنگی نصف نیمه ای که حالا خیلی هم اوکی نیست، ولی خب برای گیم اوکی دیگه، 144 1080 و اوکی کاملا برای بازی کردن، تجربه بدی رو در اختیار شما قرار نمیده. باتریش هم یه باتری 53.5 وات ساعتیه که خب خیلی ظرفیت بالایی نیست، میتونست بیشتر باشه چون خب داخلش حجم خیلی زیادی از فضای خالی هست، یعنی خب این اتفاق میتونست بیفته که حجم باتریش بیشتر باشه، ولی خب نیست، این اتفاق نیفتاده. و اگه بخوام بهتون بگم چقدر میتونید رو شارژ دیش حساب کنید، اگه بخواید وبگردی کنین یا مثلا ویدیو ببینید تقریبا حدود 4 ساعت، و اگه برام بخواید بازی بکنید خب قاعدتا باید کلا به شارژ باشه دیگه. خب اینم از بررسی کاتانا 15 جدید. اگه بخوام یه جمع بندی بکنم براتون و بگم که چجوریه این لپتاپ و کلا کجا قرار میگیره، ارزش داره یا نداره، ببینید تو این بازه قیمتی اگه شما بخواید خرید کنین، یعنی هول و هوش 80 میلیون تومان، یا باید برین سراغ مثلا لیژن 5 نسل قبل یا ایسوس تاف نسل قبل با ترکیب پکیج 12700ش و حالا آرتیکس 3070 و صفحه نمایش های بهتر از این مدل، که خب هنوزم میتونه گزینه ارزشمندی باشه، یعنی انتخاب ارزشمندی میتونه باشه اونا، یا اگه نسل جدید رو بخواین حتما داشته باشین که میشه نسل 13 اینتل و RTX نسل 40 انویدیا، خب یکی از معدود انتخاب هایی که داریم فقط همین کاتانا 15B13Vه، چقدر اسم عجیب غریبی داره، میتونید سراغ این برین و
اون نکته‌ای هم که میشه بهش توجه کرد و واقعاً جذابه همون پشتیبانی از DLSS 3D شما در مقایسه با مدل‌های قبلی که گفتم. اینو اگر مثلا تهیه کنین با استفاده از DLSS 3D شما میتونه یه تجربه خیلی با کیفیت بالا توی بازی‌ها داشته باشین، ری تریسینگ رو استفاده کنین، تنظیمات گرافیکی روی اولترا بذارین و با استفاده از این DLSS 3D مثلا 100 فریم هم بگیرین تو بازی‌های بروز، مثلا مثل هاگوارد لگسی که تازه اون همه باگ و مسخره بازی هم داره، یا مثلا بازی دیگه که باز همین مشکلات رو دارن، میتونه این عمل کرد و داشته باشه. واقعا برای من جذابه. پس اگه اون گیمه براتون مهمتره، این میتونه گزینه خیلی خوبی توی این بازه قیمتی باشه. امیدوارم که تونسته باشم اطلاعات خوب و کاربردی توی این ویدیو بهتون بدم و در نهایت هم لایک این ویدیو و سابسکرایب به چنل یوتیوب دیجیتال رو فراموش نکنید و مرسی از اینکه ما رو همراهی کردید.